اخباری از تحولات قیام مردم سوریه. معاون نخست وزیر حکومت بشار اسد از رژیم سوریه جدا شد. تلویزیون الجزیره به نقل از سانا خبرگزاری رسمی حکومت سوریه گزارش داد قدری جمیل معاون نخست وزیر سوریه بر اساس یک فرمان ریاست جمهوری از منصبش برکنار شد. سانا گفت علت برکناری جمیل حاضر نشدن وی بر سر کارش و انجام فعالیت‌ها و دیدارهایی در خارج از کشور بدون هماهنگی با دولت و زیر پا گذاشتن قوانین کار دولتی است. جمیل قدری چند روز قبل به ژنو سفر کرده و با شماری از مقامات آمریکایی در آنجا دیدار کرده بود. نبرد میان رزمندگان ارتش آزادی سوریه و نظامیان اسد در نزدیکی فرودگاه نظامی شهر دیرالزور گسترش یافت. گزارش هاکیز نظامیان اسد تلاش می‌کردند به سمت روستای هویجه در کنار فرودگاه نظامی دیرالزور پیشروی کنند. آنها این روستا را بمباران کردند که در نتیجه آن شماری از ساکنان روستا کشته شدند. منابع اپوزیسیون سوریه گفتند یگانهای ارتش آزادی سوریه کنترل شهر کردنشین جلبل را در حلب به دست گرفتند. با این عملیات ارتش آزادی سوریه قادر خواهد بود کمک رسانی به نظامیان اسد در دو شهر نزدیک به این شهر را مختل کند. از سوی دیگر درگیری‌های سختی میان نظامیان بشار اسد و یگانهای ارتش آزادی سوریه در پست بازرسی بلدیه واقع در حومه دمشق به وقوع پیوست. دیکتاتور سوریه در واکنش به پیشروی‌ها و پیروزی‌های ارتش آزادی در روزهای اخیر، شهرها و مناطقی را که به کنترل ارتش آزادی سوریه درآمدند، از طریق هوا و زمین بمباران و گلوله باران کرد. در این اقدام جنایتکارانه اسد، بسیاری از مردم غیر نظامی کشته و مجروح شدند. همزمان هواپیمای اسد بمباران شهرهای حومه حلب، حمص و درعا را افزایش دادند که در نتیجه آن ده‌ها تن از غیر نظامیان کشته و شمار زیادی از مردم بیگناه مجروح شدند. اپوزیسیون سوریه گفته است اگر برکناری بشار اسد در دستور کار نباشد در اجلاس ژنو دو شرکت نخواهد کرد. احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه گفت اپوزیسیون سوریه تنها در صورت انتقال تمامی قدرت و رفتن عامل اصلی کشتار جمعی مردم سوریه مذاکره می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز 12 آبان ماه وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره در مورد اجلاس ژنو دو گفتگو خواهند کرد. عربستان سعودی از پذیرش اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خودداری کرد. تلویزیون الجزیره در بخش انگلیسی خود گفت اخضر ابراهیمی می‌خواست به عربستان برود اما دولت عربستان از ملاقات با او خودداری کرده است. دولت عربستان خشمگین است چرا که آمریکا و روسیه بر سر تسلیحات شیمیایی سوریه با یک مصالحه راه حل نظامی را دور زدند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت در دورنج میلیون ها سوری که در جنگ داخلی کشورشان گیر افتادند لکه‌ای بر وجدان جهان است. باروسو بعد از دیدار با صلیب سرخ بین‌المللی به خبرنگاران گفت در دورنج مردم سوریه فراتر از آن است که ما بتوانیم تحمل کنیم و این یک لکه بر وجدان جهان می باشد. و آخرین خبر این ساعت، کمیته علیه شکنجه 51مین جلسه خود را آغاز کرد. این کمیته اطلاعیه رئیس گروه هایی که با کمیساری‌های عالی حقوق بشر همپیمان هستند را استماع کرد و برنامه و دستور کار خود را مورد بررسی قرار داد.